با سلام خدمت بینندگان عزیز، تو این ویدیو میخوام در مورد لاستیک خودرو و اهمیت اون در کیفیت رانندگی و مصرف سوخت و اینکه چه زمانی موقع تعویض لاستیک ما فرا رسیده توضیحاتی رو به شما بدم. با من همراه باشید. لاستیک خودرو هم مثل بقیه مباحث خودرو چیز پیچیده‌ای هست، ولی من تو این ویدیو میخوام خیلی ساده بیانش کنم و کاربردی. خب چطور بفهمیم که زمان تعویض لاستیک خودروی ما فرا رسیده؟ یک تاریخ ساخت روی تمام لاستیک ها وجود داره، یک عدد 4 رقمی داخل یک قاب بیزی شکل هست که 2 رقم سمت چپ نشان دهنده هفته ساخت هست، 2 رقم سمت راست نشان دهنده سال ساخت. و اگر که از اون سال و هفته 3 سال بگذره برای لاستیک‌های معمولی، برای لاستیک‌های پرفشنال و بعضی از لاستیک‌های دیگه که تا 5 سال هم میتونید باش رانندگی کنید، ولی معمولاً بعد از اون 3 سال لاستیک خشک میشه، ترک‌های کوچیکی رو برمی‌داره و باعث میشه که خب اتومبیل شما سر پیچ‌ها لیز بخوره بعضن، یا اینکه موقعی که ترمز میگیرید سیستم ABS سریع وارد عمل بشه و اتومبیل شما خط ترمز یا اینکه لیز خوردن های بیشتری داشته باشه و باعث اتفاقات ناگواری مثل تصادف و گاهن ترکیدن لاستیک میشه، که من توصیه میکنم بعد از 3 سال حتما لاستیک ها رو عوض کنید تا به مشکلات بزرگتر بر نخورید. نکته دیگه این هست که وقتی که با لاستیک فرسوده رانندگی میکنید، گاهن هوای داخل لاستیک خود به خود از درزهای لاستیک خارج میشه و تنظیم هوای داخل لاستیک به هم میخوره و باعث میشه که مصرف سوخت شما بالاتر بره. خب شاید براتون سوال پیش بیاد که اعداد روی لاستیک چگونه خونده میشه و این اعداد به چه معنا هست. خیلی علائم و اعداد روی لاستیک هست، ولی به صورت عامه و عمومی 3 تا فاکتور خیلی مهم روی لاستیک ها به صورت علائم و اعداد هست که همون کفایت میکنه برای خریدن لاستیک و اینکه بفهمید لاستیک فرسوده شده و موقع تعویضش اومده. خب همونطور که میبینید اعدادی که روی لاستیک درج شده 205-55R16. 205 به معنای پهنای لاستیک هست، 55 به معنای فاق لاستیک و R به معنای رادیال بودن لاستیک و 16 به معنای 16 اینچ رینگ خودرو. و در این قسمت هم 4 شماره آخر 2518 در 25مین هفته سال 2018 این لاستیک تولید شده. خب میبینید که ترک‌های کوچیکی روی سطح این لاستیک ایجاد شده و لاستیک کاملا خشک شده. الان سال 2022 هستیم و الان حدود 4 سال است از این لاستیک میگذره و این لاستیک کاملا خشک شده. شما میتونید با این لاستیک 6 ماه دیگه هم رانندگی کنید، ولی خطر لیز خوردن و ترکیدن لاستیک میتونه باشه. خب این یک لاستیک دیگه است، 235-55R18 که 235 به معنای پهنا هست، 55 فاق لاستیک هست و لاستیک رادیال هست و رینگ 18 اینچ. و این لاستیک هم تاریخش هفته 42 سال 2016 است. ببینید لاستیک ترکای زیادی رو داره و این لاستیک هم امن نیست. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر این ویدیو برای شما مفید بود با دوستان خودتون به اشتراک بذارید و اگر مایل هستید کانال منو سابسکرایب کنید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.